د هرات ولایتي شورا مشر کامران علیزی وایي تر ډیره بریده د هرات په برخه کې د فساد او تورونه بې بنسټه معلومیږي او باید په دې برخه کې حکومت حقیقت موندونکي پلاوي ته باید دنده وسپاري تر څو موضوع روښانه سي کنه د حکومت او ملت ترمنځ واټن بلا پراخ سي. این تصمیم مردم هرات است که به هیچ عنوان اجازه نمیده که با شخصیت های هرات با آبرو عزت اینا بازو بشه. ما خواهش میکنیم که اگه هیئت حقیقت یا بیه موضوع بررسی بکنه، اگه مردم جرم دش ببره بندی بکنه و اگر این کار نکنه صدای مردم هرات بالا میشه، باز خود مرکز میفهمه. بل خو د هرات عامی روغتیا رئیس ډاکټر تمنا او یو شمیر ډاکټران وای په دې برخه کې د عامی روغتیا پر چارواکو او ډاکټرانو نه حق تور پوری شوی چې باید دا موضوع روښانه شي. مسئولین خود آدمایی که در مبارزه با کرونا جان دادن، شخص جناب ولی صاحب و اعضای تیمی که در پروسر ما متهم بکنیم به دلیل ای که گران بوده، حتی که اگر با درست هم باشه که در اینج اختلاس صورت گرفته، این اتهام اتهام وهیه. هیچ نوع اختلاس در اینج صورت نگرفته، تماما بازی سیاسی و بازی های سمتی الا. اگر قرار باشه این اتهامات رفع نشه و دولت مرکزی از جامعه طبی ایراد بخشش نخواهد و عفو نخواهد و معذرت خواهی نکنه، قطعا جامعه طبی به طرف اگه تصاب عمومی خواهد رفت. د هرات والی چې خپله په دې برخه کې تورن دی وایي دا تور د اندېښنې وړ او د واقعیت څخه لرې دی. ما میفهم که دوستای جامعه صحی ما طبی ما بسیار برای از اینهای بسیار دردآور بود، برای همه دردآور بود. این سیلی ما کمی بود به تمام زحمات و خدمات چند ماهه از اونا، چون هنوز هم درگیر کرونا هستن. په داسې حال کې دا موضوع لا جدي کېږي چې تېره ورځ د هرات ښاروال د درنو جرمونو او د مرکزي پلاوي لخوا د نوه تنو کارکوونکو سره د فساد په تور ونیول شو چې ویل کېږي کابل ته انتقال شوی.